مخاطبی نظر رسانه پشت ما جرای فیلم درود به مخاطبین حشری عصبی رسانه پشت پرده و رفقای خوب من که مثل خودم حشری عصبین اینم بندازم پایین گوشه تصویر تو مخمه امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر تل و تخمی و اصطلاحا مریض منو میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه کمرتون صف باشه و همیشه کارهای اداریتون برقرار باشه و حالتون خوب باشه دوبار گفتم یه فیلمی پخش شد در دوازده روز پیش معروف فیلم فورسام که فایف سام بود چهار پنج تا پسر بودن با یه دختر این ده هر سوراخی دست کرده بودن و این فیلم وایرال شد حسابی تو فضای مجازی ترکید ملتی بودن که جغ زدن هشریایی بودن که عصبی شدن و عصبیایی بودن که حشری شدن منم دیدم توپ کامنت های مردم هم خوندم میگفتن ای خوش جغیه من آه ما هستیم تشکیل داری تو دشواری نداریم باکی حالا بکسیم یه سری دیتا های جدید از این تیم فرسام به دست ما رسید که میدونید که فیلمشون توی پرن هاب به عنوان پر دانلود ترین فیلم این چند وقت گذشته اتفاق افتاده اما اطلاعاتی که جدیدا به, دست رس... به دست من رسیده اطلاعات عجیب غریبی بوده و نقش یک تیم در خارج از کشور برای فروش این فیلم ها به میون اومده چطوری؟ حالا بهتون میگم اولا دیتا گرفتن و خبر گرفتن در خصوص این اتفاق فورسام و کلا موضوعاتی که خیلی وایرال میشه و رسانه ها راجبش صحبت میکنن خیلی سخت میشه به خاطر اینکه تمام دستگاه اطلاعات امنیتی رو اینا زوم میکنن خودشون با کسی ارتباط برقرار نمیکنن آدما به اینا ارتباط برقرار نمیکنن و همیشه تا بوده هم همین بوده مثلا روزای اولی که تتلو برگشته بود ایران خیلی سخت بود آدم بتونه اطلاعات بگیره یا مثلا معراج جان برگشته بود ایران خیلی سخت بود یا میراد اه... میلاد حاتمی همینطور حالا ایم هر موضوعی که داغ میشه و رسانه ها روش زوم میکنن و همه مردم دنبال اخبارشون هستن دیگه منابع خبری خیلی سخت میتونن اطلاعاتو بدن کلا آدم فروش ها خیلی سخت میتونن آدم فروشی بکنن دیگه تاره به ما بدن شوخی میکنم اما به حال من تونستم یه سری اطلاعات برای شما بگیرم برای مخاطبین شاید براتون جالب باشه اول اینکه الان در حال حاضر تمام پسرایی که بازداشت شدن با قید وسیقه آزاد شدن تا اینجا قضیه رو داشته باشید که تیم فورسام مرداشون رو آزاد شدن و با قید وسیقه ولی در حال حاضر دختره که دست بخورش هم ماشالله سو... ما, ما شالله خوب بوده در حال حاضر توی بازداشت دختره به اسم آتوسا یعنی خارج ها الکسیس دارم ما آتوسا داریم و بهتون هم گفتم از چهار ساعت ازش فیلم هست تو لوکیشن های مختلف با آدم های مختلف و دلیل ضبط این ویدیو ها هم حالا در طول این ویدیو به شما میگم داستان از این قرار بوده که سپر ساعت جی به همراه دو نفر دیگه این تصاویر رو فیلم میگرفتن موقعی که داشتن کارهای اداری انجام میدادن و فورسام و فایفسام و اصلا چیزهای مختلف که قفل در همه جای جهان این فیلم رو ضبط کرده بوده بعد از یک سال و نیم دختر پیام میده به سپر به سپر میگه که آقا من خودم تو این فیلمم دیگه من دارم میخورم براتون من دارم بهتون میدم بیا این فیلم رو بده به من من که جای پخش بکنم که میخوام خودم ببینم شاید یه جقی بزنم یه کاری بخوام بکنم سپر هم میگه اوکی و هم میداره فیلم رو میفسته برای دختره بعد از اون دختره که بازداشت میشه تو اعترافاتش که در حال حاضر توی پروندهشه و وکلا دسترسی دارن اعتراف میکنه که تصاویر رو به دو نفر میفروخته یک نفر تو همین آلمان شانس تخمیمات این کشور که من هستم و به یک نفر در دوبه و گویا این افراد این تصاویر رو به سایت های پاکبرسری میفروختن و به قیمت های بالا هم این تصاویر رو میفروخته یعنی خودش شده بازیگر پسره بهش تیپ میداده بهش میگفته که بعد بری اینجوری مثلا فیلم ضبط بکنی اینجوری بعد بخوری این کار رو بعد بکنی بعد این لباس رو بپوشی و اون هم این تیپه رو میگرفته اون کارگردانی میکرده این میرفته توی رابطه و فیلم میگرفته و فیلم ها رو برای اون آدمه میبرده و میفروخته و سالهای سال این کار رو انجام میداده اما دسته بر توی این فیلمه که اینا فارسی صحبت کرده بودن و این طرف هم فروخته بوده به این سایت ها و ملت هشری عصبی ایران هم که ماشاءالله ولن توی این سایت ها دیدن فیلم رو ببین جون بابا بغل بگیر بوس بابا فیلم میره و پخش میشه و حسابی تو فضای مجازی وایرال میشه البته از, شیش ماه، از یک سال پیش شیش ماه تا یک سال پیش از اون طرف یه پسر اونجا بوده به اسم ماکان یعنی یکی از اون کسایی یکیشون سپهر بوده یکیشون ماکان که بابای ماکان خودش سهامدار بیمارستان آریای رشد یعنی یکی از کسایی که توی اون فیلمه بابای سهامدار بیمارستانه که اون کلی پول میده که بتونن این پرونده رو جمع بکنن که همین آدم ویلایی که توش این فیلم ضبط شده ویلا... ویلای مال یه شخصی به اسم پویا بوده که میرن اونو اجاره میکنن سمت گلسار رشتن بوده و اگر هم فیلم رو نگاه بکنید صدای هواپیما میاد که فرودگاه رشتم تقریبا نزدیک اون گلسار و منتهی میشه به اونجا و فیلم اونجا ضبط میشه تو اون ویلاه که مال پویا بوده و جالبه که یکی از بچه ها که توی اون فیلم بوده زن گرفته بوده و به زنه گفته بوده که آره من قبلا یه رابطه ای داشتم که توی این رابطه از ما فیلم گرفتن تو فرسام و این فیلمه هست اگه یه زمانی به تو خور پشمات نریزا زن هم میگه اوکی ولی زنه نمیدونستی که اونقه فاجه اینقدر بالا بوده و فرسام تا این حد بوده و تا این شدت بوده خلاصه زنه میبینه و بعد از اون هم حالش بد میشه و بیوش میشه و میفته زن... بیمارستان و اینا و پسرم میفته زندان از اون طرف موقعی هم که اینا رو گرفته بودن مثل سگ میزرنش حالا مثل سگ اصطلاحه مثل چی میزننشون حتی اون سه ساعت چیه بیهوش شده بوده و گفتن بابای ماکانه کلی پول خرج میکنه و دیروز رضایت میدن که اینا آزاد بشن از زندان با قید وسیقه و بهشون گفتن که به هیچ عنوان حق ندارید برید و توی فضاهای عمومی ظاهر بشید تا پروندهتون بسته بشه و حکم صادر بشه گویا همه رو ریختن رو دختره و گفتن که دختره این کار کرده حالا خدا میدونه دختره به دلیل تهیه و توضیح و انتشار فیلمای های مستجن چه حکمی براش ببارن اعتمالا حکم سنگین یا اشد مجازات براش میبرن ولی همه ریختن رو دختر دخترم اعتراف کرده این گفته بله من دیگه نمیتونسته اعتراف نکنه به این افراد هم گفتم فعلا برید گم و گور شید توی مکانهای عمومی هم ظاهر نشید که یکیشون رفته ظاهر شده دیدنش بیرون و اینا گفتم برید تا آوا آسیا بیفته ملت اشری عصبی شما رو فراموش بکنند و از ذهنها برید بیرون ولی اگه همین فردی خب و برای جلو ولی دست برغذا هر روز داره به تعداد این فیلم ها اضافه میشه حالا خدا میدونه این فیلم ها کجاست که دیروز هم یه اشاره کردم بودم معلومه گویا این فیلم ها تو سایت هاست و اون خریدارای فیلم همینجوری دارن فیلم ها رو وایرال میکنن اصلا بهتون میگم که این خودش یه درس به شما میده مراقب باشید من نمیدونم بعضیاتون چرا فیتیش اینو دارید دهن داری فیلم میگیرید مریضید روانید مثلا نمونهش محسن افشانی با سویل تو حین کار اداریشون فیلم گرفته بودن سویل از محسن افشانی که جدا شده بود یک کانال تلگرامی زده بود عکس و رو پخش کرده بود فیلم های کار اداری با کیفیت فول چیزی بعد یکی دوتا از این کانال هم پخش کرده بودن خیلی های هم این کار کرده خواستان یه نکنید شما دارید مرضیه دارید لایو زنده میبینی بکن دیگه رو میگیری بعدا بری جق بزنی دیوونه شما آمد. یا نفهم در صورت مرسی که با مایید اگر اطلاعات جدید و اخبار جدیدی در خصوص این فورسامی که در همه جای جهان قفله ولی ما در ایران تونستیم قفلش رو باز بکنیم دیتا جدید به دست برسه حتما بهتون میگم خیلی مخلصیم